سلام به همه عزیزان، امروز میخواییم با هم یه پیازداغ خیلی ترد و مجلسی رو یاد بگیریم. بریم که با هم آموزش رو شروع کنیم. هر اندازه پیازی که میخواین باهاش پیازداغ درست کنین و باید به صورت خلالی خورد کنین. باید این نکته رو در نظر داشته باشین، برای درست کردن پیازداغ خوب نباید پیازا رو به صورت نگینی خورد کنین. موقع برش دادن پیازها رو زخیم خورد نکنین. سعی کنین نازک برش بدین. اینجوری پیازا وقتی سرخ شد خیلی تردتر میشه. پیازها بهتره که این اندازه باشه. توی یه مایتابه به اندازه روغن می‌ریزیم که روغن روی پیازها رو بگیره. با حرارت تقریبا بالا اجازه میدیم تا اول روغن کاملا داغ بشه. پیازها رو کف مایتابه پخش میکنیم تا همه پیازها به صورت یک نواخت توی روغن قرار بگیره. پیاز که یک کوچولو سبک شد، مقداری زردچوبه اضافه میکنیم تا پیاز داغ ما هم طعم بهتری بگیره و هم خوش رنگ تر بشه. توی درست کردن پیاز داغ این نکته خیلی مهمه که موقع هم زدن حتما باید پیازهای دور مایتابه رو به سمت وسط بیاریم، چون پیازهای نزدیک دیواره مایتابه زودتر سرخ میشه. اگر این کارو نکنین پیازا به صورت یک دست سرخ نمیشه. هر 30-40 ثانیه یه بار با همین روش پیازها رو هم بزنین. لطفاً ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و علامت زنگوله رو بزنین تا از ویدیوهای بعدی با خبر بشین. کل مدتی که دارین پیازا رو سرخ میکنین حتماً باید حرارت تقریباً بالا باشه. همینطوری که دارین میبینین پیازامون داره کاراملی میشه. از وقتی که پیازا این رنگی شد، باید به صورت مداوم پیازا رو هم بزنیم. چون از این مرحله به بعد، اگر مداوم هم نزنیم، پیازا سریع می‌سوزه. پیازداغ توی بعضی از غذاهای ایرانی استفاده میشه که طعم خیلی لذیذتری به غذاها میده. همینطوری که دارین می‌بینین، رنگ پیازا داره تیره تر میشه. پیازداغ ما آماده است. اینم از پیازداغ ترد و خیلی خوشمزده ما. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین.